بزنم. علتی که اومدم اینجا رو میخوام مختصر خدمت شما عرض کنم. سیستم آموزشی از نظر من یک سیستمی است که در این 40 سال اثبات کرده هدفش تضعیف و تخریب آموزش پرورش. شما به راحتی میتونید اسناد حرف منو ببینید. مثلا در سرانه ای که برای آموزش پرورش اختصاص میدن شما ببینید کمترین مقدار ممکن رو اختصاص میدن، به نحوی که طبق آمارای خودشون 98% این مبلغ بسیار جزئی صرف حقوق نصف و نیمه معلم میشه. یعنی حاضر نیستن ریالی در آموزش پرورش خرج کنن. ما با این آموزش پرورش بسیار بسیار ناکارآمد روبرو هستیم. ما به عنوان معلم وقتی میریم سر کلاس میبینیم دانش آموز به تمام معنا بی‌انگیزه شده و درس خوندن رو یک کار عبث و وقت تلف کردن میبینیم. ما در مدرسه وقتی میریم میبینیم امکانات آموزشی در این 40 سال اندکی ارتقا نیافته. اصلا محل آموزش حتی برای خودشون محلی برای کسب درآمد دیدن. آقای نمونه حرف من صندوق ذخیره فرهنگیانه که چه فساد عظیمی درش ایجاد شد. یا بیمه تکمیلی آتی سازان حافظ رو شما دقت کنید، یکی از ناکارآمدترین بیمه ها رو به ما معلم ها گرفتن تحمیل کردن. کتاب های درسی رو ببینیم، وقتی نگاه میکنیم میبینیم آقایون هیچ سیاست آموزشی ندارن ولی آموزشی مملکت رو سیاسی کردن. هر کجای این آموزش پرورش رو نگاه میکنیم میبینیم مشکل داره و در این 40 سال آمدن معلم رو فقیر کردن و فقر رو به نظر من مهمترین عاملی دیدن که میتونن کرامت انسانی رو از معلم بگیرن. اون معلمی که بلند میشه میره تو صفه گوشت یخ زده بی ارزش با میسته، یعنی خودشو بی ارزش دیده، نه اینکه اون گوشت رو ارزشمند ببینه، خودشو بی ارزش میبینه. این دستاوردهای 40 ساله نظام کار رو بر ما به حدی رسونده که حقیقتا دیگه کار برای من یکی به استخون بزید دیگه. با قول معروف میزنم فریاد هرچه بادا باد. میخوام از چی بترسم؟ به زمانی واقعا ترس داشتیم که شاید چیزی از دست بدیم، ولی الان روزگار ما شده شرایط اون شعری که ترسیدن ما چون که خود از بیم بلا بود، اکنون ز چه ترسی که در این بلایی. ما اگر اینجا آمدیم به خاطر کرامت انسانی و به خاطر ارتقاء آموزش پرورش در این کشور ما دغدغه‌مون اینه. موفق باشید.